سلام، دارم سعی میکنم با این سکه یک کیوبیت کامپیوتر کوانتومی بسازم. یک کیوبیت چیه مگه؟ کیوبیت یه چیزیه که تا وقتی مشاهدهش نکردی همزمان دو تا حالت رو با هم داره و وقتی که مشاهدهش کنی به صورت شانسی یکی از اون حالت‌ها رو به خودش میگیره. خب این سکه هم وقتی میندازیش هوا، وقتی داره میچرخه، همزمان هم شیر و خطه، ولی وقتی که نگهش میداری رو دستت به صورت شانسی یا شیر میاد یا خط. خب کیوبیت هم دقیقاً همینه دیگه. فقط مشکل این کیوبیت سکه اینه که هیچ کاری باهاش نمیشه کرد. یعنی نمیشه با یه سکه دیگه در هم تنیدش کرد یا اینکه مثلا کنترلش کرد و محاسباتی باش انجام داد. یحیی طباطبایی هستم و توی ویدیوی قبلی با موضوع کامپیوترهای کوانتومی در مورد اصول کارکرد این کامپیوترها توضیح دادم و گفتم که توی چه زمینه‌هایی نسبت به کامپیوترهای معمولی برتری دارن. و توی این ویدیو میخوام بیشتر در مورد روش‌های مختلف ساخت کیوبیت‌های کامپیوترهای کوانتومی صحبت کنم و اینکه چه موانعی سر ساخت و افزایش کارایی این کامپیوترها وجود داره. کامپیوترهای کوانتومی به جای بیت از کیوبیت برای ثبت و پردازش اطلاعات استفاده میکنن. فرق کیوبیت با بیت اینه که برخلاف بیت که فقط میتونه دو تا حالت قطعی 0 یا 1 رو به خودش بگیره، کیوبیت ها میتونن با کمک اصل برهمنهی کوانتومی تمام حالات بین 0 یا 1 رو همزمان داشته باشن. اگه با هم یه جمله نفهمیدید چه اتفاقی داره میفته، حتما ویدیوی قبلی این کانال در مورد کامپیوترهای کوانتومی رو ببینید. خب ما برای اینکه بتونیم یک کیوبیت داشته باشیم باید یه چیزی داشته باشیم که بتونه حالت‌های کوانتومی به خودش بگیره، یعنی بتونه توی حالت برهمنهی از چند حالت مختلف باشه یا اینکه بتونه ذرات مختلفش با هم در هم تنیده بشه که یکی از مهمترین عوامل توی امکان پردازش کیوبیت‌های کوانتومیه. خب همین ویژگی‌ها باعث میشه که ساخت و کار با کامپیوترهای کوانتومی فوق‌العاده سخت بشه، چون برای که ما بتونیم با این کیوبیت‌های کامپیوتر کوانتومی کاری انجام بدیم، محاسباتی انجام بدیم، باید این حالت‌های کوانتومی مثل حالت برهمنهی مدت زمان طولانی حفظ بشه، ولی همین اثرات نسبت به کوچکترین اختلالات حساس هستن و به راحتی از بین میرن. برای همین کامپیوتر کوانتومی همیشه با چندین نسخه مختلف از اطلاعات کار میکنن و یه پروتکل‌های خطاگیری هم روشون اجرا میشه تا نتایجشون قابل اطمینان بشه. و برای این منظور لازمه که تعداد کیوبیت ها خیلی زیاد بشه. تخمین زده میشه برای اینکه یه کامپیوتر کوانتومی بتونه کارهایی که کامپیوترهای معمولی انجام میدن رو با دقت و صحت بالایی انجام بده و خطای کمی داشته باشه، حداقل باید 1,000,000 کیوبیت داشته باشه. البته فقط تعداد کیوبیت ها مهم نیست، یعنی نوع مسئله هم مهمه، الگوریتمی که استفاده میشه برای حل اون مسئله هم مهمه و حتی تکنولوژی ساخت اون کیوبیت ها هم میتونه تاثیر داشته باشه روی این تعداد. کامپیوترهای کوانتومی که فعلا ساخته شده به طور میانگین 50 کیوبیت دارن و بیشتر به درد تست قابلیت های این کامپیوترها میخورن تا حل مشکلات دنیای واقعی. برای ساخت کیوبیت های کامپیوتر کوانتومی از چیزهای مختلفی میشه استفاده کرد و این کامپیوتر کوانتومی که تا الان ساخته شدن هر کدوم از یکی از این تکنولوژی ها استفاده میکنن برای ساخت اون کیوبیت هاشون که هر کدوم مزایا و معایب خاص خودشون رو دارن که در ادامه میخوام بیشتر در مورد انواع این تکنولوژی ها صحبت کنم. سعی میکنم خیلی ساده شده و مختصر اونها رو توضیح بدم و خیلی وارد جزئیات نشن. یکی از این تکنولوژی های ساخت کیوبیت ها کیوبیت های ابررسان است. این نوع کیوبیت ها که بیشترین استفاده را توی این کامپیوترهای کوانتومی که تا الان ساخته شدن دارن، تکنولوژیشون همون تکنولوژی ساخت مدارهای الکترونیکیه که 50 ساله وجود داره. انواع مختلفی از کیوبیت های ابررسان وجود داره که یکیشون از چیزی به اسم اتصال جوزفسون استفاده میکنه. برای تصور راحتش فرض کنید که یه مدار دایره‌ای شکل از یه ماده ابررسانا داریم، ماده‌ای که مقاومتش در برابر حرکت الکترون‌ها صفره و الکترون‌ها میتونن بدون هیچ افت انرژی تو این مدار حرکت کنه. البته مدارش کاملا بسته نیست و یه شکاف خیلی باریک وسط این مدار وجود داره که اون جفت الکترون‌هایی که دارن تو این مدار حرکت می‌کنن با کمک یه پدیده به اسم تونل زنی کوانتومی میتونن از این شکاف عبور کنن و در واقع بدون اعمال هیچ اختلاف پتانسیلی ما میتونیم یک جریان دائمی داخل این مدار داشته باشیم. حالا این حالت‌های مختلفی که این کیوبیت باید داشته باشه چه حالت‌هاییه؟ مثلا جریان میتونه به صورت ساعتگرد و پادساعتگرد تو این مدار برقرار بشه که به نوبه خودش میدان مغناطیسی رو به بالا یا پایین ایجاد میکنه که قابل اندازه‌گیریه. یعنی در واقع این کیوبیت ما توی حالت برهمنهی بین میدان مغناطیسی رو به بالا و رو به پایین قرار میگیره، یا اینکه میتونه دو تا مقدار جریان مختلف تو این مدار برقرار بشه و توی حالت برهمنهی از دو تا جریان مختلف قرار بگیره. این مدارها رو به یه روش خاصی به هم وصل میکنن و با تابوندن پالس های امواج مایکروویو به یکی از این مدارها دو تا جریان مختلف تو حالت برهمنهی توی یکی از این کیوبیت ها ایجاد میشه. این حالت برهمنهی به کیوبیت بعدی منتقل میشه به طوری که با کیوبیت اولی توی حالت درهم تنیده قرار میگیره. حالت درهم تنیده یعنی ارتباطی بین کیوبیت ها که
مشخص شدن وضعیت یکی از کیوبیت ها وضعیت اون یکی کیوبیت رو مشخص میکنه. میدونم تا همین حدش هم خیلی پیچیده شد، بنابراین بیشتر توضیح نمیدم. مهمترین مشکل این نوع کیوبیت ها اینه که باید اولا که حالت ابررسانه داشته باشن، بنابراین دماشون فوق العاده باید پایین باشه. علاوه بر اون، برای اینکه این حالت برهمنهی توی این ابررسانه حفظ بشه، دما خیلی بیشتر از اون چیزی که یه ابررسانه لازم داره باید پایین بیاد، یعنی در حد کمتر از 1 کلوین، خیلی نزدیک به صفر مطلق. بنابراین به طور دائم این کیوبیت ها باید توسط هلیوم مایع خنک بشن که خیلی از نیتروژن مایع سردتره و تهیه‌اش هم خیلی سخت‌تره. با افزایش تعداد کیوبیت ها کنار هم گذاشتن اونها و خنک کردنشون خیلی سخت‌تر میشه. بنابراین فعلا یه محدودیتی توی افزایش تعداد این نوع از کیوبیت ها وجود داره. اون حالت کوانتومی این نوع کیوبیت ها خیلی سریع‌تر از انواع دیگه کیوبیت ها از بین میره. بنابراین کار باهاشون خیلی سخت‌تر میشه. اون برتری کوانتومی که گوگل چند سال پیش اعلام کرده بود و توی ویدیوی قبلی در موردش صحبت کردم، با کمک همین تکنولوژی بود و با استفاده از یک کامپیوتر کوانتومی بود که 53 تا کیوبیت ابررسانه داشت. یه شرکت دیگه ای هست به اسم شرکت دیوید که با کمک همین کیوبیت های ابررسانه و پروسه‌ای به اسم آنیل کوانتومی یه محاسبات شبه کوانتومی انجام میده. طبق ادعای این شرکت، کامپیوترهای کوانتومی اونها بین 1000 تا 5000 کیوبیت دارن. با اینکه عددشون خیلی بیشتر از اون اعدادیه که معمولا ما تو کامپیوترهای کوانتومی میبینیم، ولی این به معنی بهتر بودن کامپیوترهای کوانتومی این شرکت نیست. این تکنولوژی آنیل کوانتومی که این شرکت توی کامپیوتر خودش استفاده میکنه، یه فرایندی که باعث میشه کامپیوترهای کوانتومی این شرکت فقط برای انجام یک سری دستورالعمل‌های خاص قابلیت داشته باشن و قابلیت برنامه‌ریزی برای اجرای هر دستورالعملی رو ندارن. توی جامعه علمی شک و تردیدهای زیادی در مورد کوانتومی بودن این کامپیوترهای شرکت دیویو وجود داره و گفتن اینکه آیا واقعا این سیستم از مزیت‌های کوانتومی بهره می‌گیره مشکله. نوع دوم کیوبیت ها کیوبیت های فوتونیک هستن. این نوع کیوبیت ها از خصوصیات فوتون که ذره نور هست برای ایجاد حالت های کوانتومی استفاده میکنه. یکی از این حالت ها میتونه برهمنهی مسیرهای مختلفی باشه که یک فوتون میتونه در یک مدار طی بکنه. اینجا منظور از مدار الکتریکی نیست، مدارهایی با فیبر نوریه که فوتون میتونه توشون حرکت بکنه، یا اینکه میتونه برهمنهی از تعداد فوتون هایی باشه که از یک مدار عبور میکنن، و یا برهمنهی از قطبش های مختلف فوتون. خب همونطور که میدونید نور علاوه بر اینکه ذره است، موج هم هست. موج به این معنی که نوساناتی در میدان الکترومغناطیسه و این نوسانات میتونه در جهات مختلف باشه که برای تصور راحت ترش فرض میکنیم که میتونه مثلا موجی به صورت نوسانات عمودی و یه موج دیگه به صورت نوسانات افقی باشه. به هر کدوم از این حالتها یک حالت قطبش نور میگن که تا وقتی یه فوتون رو مشاهده نکردیم این قطبشش میتونه یه حالت برهمنهی بین حالت عمودی و افقی باشه و به محض مشاهده یک حالت قطعی افقی یا عمودی رو به خودش بگیره. مهمترین مزیت کیوبیت های فوتونیک اینه که توی دمای محیط هم کار میکنن و زمان ماندگاری اون حالت های کوانتومیشون نسبت به کیوبیت های دیگه طولانی تره. ولی عیبشون اینه که اون تجهیزات لازم برای ایجاد و کنترل این کیوبیت ها خیلی بزرگ هستن و بنابراین اگر بخوایم تعداد کیوبیت ها رو زیاد بکنیم، ابعاد کلی این کامپیوترهای کوانتومی خیلی بزرگ میشه. شرکت کانادایی زانادو که کامپیوترهای کوانتومی رو در فضای ابری در اختیار عموم قرار داده و شرکت چینی که چند وقت پیش اعلام برتری کوانتومی کرده بود، از این تکنولوژی استفاده میکنن. و یه شرکت دیگه هم هست به اسم سای کوانتوم که ادعا میکنه مشکل اندازه کیوبیت های کامپیوترهای فوتونیک رو حل کرده و تونسته اونها رو در ابعاد خیلی کوچیک بسازه، که البته کسی نمیدونه دقیقاً چطوری این کارو انجام داده. نوع دیگه ای از کیوبیت هایی که وجود داره کیوبیت های تله های یونیه. یون یعنی اتمی که تعدادی از الکترون های خودش رو از دست داده یا تعداد الکترون اضافه به دست آورده و بار خالصش یا مثبت یا منفی. با کمک یون هایی که معمولا بار مثبت دارن، کیوبیت هایی میسازن که توی حالت برهمنهی از سطوح مختلف انرژی هستن. این یون ها رو با کمک میدان های مغناطیسی خیلی قوی به دام میندازن و با کمک لیزر اونها رو جابجا میکنن تا بتونن اونها رو در هم تنیده کنن. اندازه‌گیری حالت های مختلف این کیوبیت ها هم با کمک همون نور لیزر انجام میشه. این کیوبیت ها مثل کیوبیت های ابررسانه میتونن خیلی کوچیک باشن و باید خیلی سرد بشن. البته نه به سردی کیوبیت های ابررسانه، میتونن یه چند کلوینی گرمتر باشن که البته بازم خیلی سرده. مزیت این نوع کیوبیت ها اینه که زمان حفظ حالت های کوانتومیشون خیلی بالاست و به چند دقیقه هم میرسه و امکان تعامل کیوبیت های یونی با کیوبیت های همسایه بیشتری فراهمه. ولی عیبشون اینه که سرعت تعامل این کیوبیت ها با همدیگه یه ذره پایینه و همچنین قرار دادنشون در کنار هم روی یک چیپ خیلی کار سخت‌تریه. نوع دیگه از کیوبیت ها کیوبیت های حالت جامد یا نیمه هادیه.
توی این نوع از کیوبیت ها از اسپین یک الکترون یا هسته یک اتم فسفر که توی یک ترانزیستور نیمه هادی قرار گرفته به عنوان حالت های کوانتومی استفاده میکنن. بیایید این مورد رو یه ذره با جزئیات بیشتری با هم بررسی کنیم. الکترون یک خاصیت ذاتی داره به اسم اسپین که برخلاف اسمش چرخش الکترون نیست و برای درک ساده ترش بهتره اون رو یه خاصیت آهنربایی ذاتی در نظر بگیریم. یعنی الکترون یه آهنربای خیلی کوچیکه که دو تا قطب N و S داره. وقتی الکترون توی میدان مغناطیسی خیلی قوی قرار میگیره که به کمک یک ابررسانه درست میشه، این الکترون به صورت پیش‌فرض توی حالتی قرار میگیره که پایدارترین حالت و کمترین سطح انرژی رو داشته باشه. برای درک راحت‌ترش بذارید یه مثال بزنم. بیایید الکترون رو یه خطکشی فرض کنیم که من از این نقطه بالا گرفتمش و میتونه آزادانه حول این نقطه که گرفتمش حرکت کنه. وقتی تو میدان گرانشی زمین قرار بگیره، به صورت پیش‌فرض این حالت عمودی رو به پایین به خودش میگیره و تو این حالت پایدارترین و کمترین سطح انرژی رو داره. وقتی من به این خطکش یه مقدار دقیق و مشخص انرژی بدم، که در مورد الکترون این کار رو با کمک پالس‌های امواج مایکروویو انجام میدن که یه فرکانس دقیق و مشخصی دارن، این خطکش میتونه تو این حالت عمودی رو به بالا قرار بگیره که بالاترین سطح انرژی که این خطکش میتونه داشته باشه. الکترون وقتی که به این حالت بالاترین سطح انرژیش میرسه، میتونه از اتم خودش جدا بشه و به داخل ترانزیستور بره و اون اتم فسفر خودش رو مثبت کنه که باعث ایجاد یک اختلاف پتانسیلی میشه که میشه اون رو اندازه‌گیری کرد. بنابراین با یه فرکانس خاصی از امواج مایکروویو میشه این الکترون رو چرخون و به حالت بالاترین سطح انرژیش رسون. حالا شما فرض کنید که این میدان گرانشی زمین یه میدان مغناطیسی قویه و اینم یه آهنربای کوچیکه که میتونه هم جهت با میدان مغناطیسی بیرونی باشه یا هم راستا و در خلاف جهتش باشه. با دادن مقادیر مختلف دیگه ای از انرژی به این الکترون، ما میتونیم اون رو توی حالت برهمنهی بین این حالت رو به پایین و رو به بالا قرار بدیم. با کمک همین روش از هسته فسفر هم میشه به عنوان کیوبیت استفاده کرد. هسته فسفر هم یک اسپین خیلی کمی و یه میدان مغناطیسی خیلی ضعیفی داره که میتونه بچرخه و جهت‌های مختلفی به خودش بگیره. ولی چون هسته فسفر رو نمیشه جابجا کرد، با کمک همون الکترونی که دور این هسته قرار داره، میتونیم حالت اسپین این هسته رو بخونیم. اگه بخوام همین خطکش مثال بزنم، فرض کنیم همون الکترونه و اینجا می هسته فسفره. اگه جهت میدان مغناطیسی هسته فسفر با میدان مغناطیسی بیرونی که اعمال شده یکی باشه، میدان مغناطیسی که روی این الکترون اعمال میشه قوی تر میشه و بنابراین برای چرخوندن الکترون انرژی خیلی بیشتری لازم داریم. یعنی امواج مایکروویو با فرکانس متفاوتی باید بهش بتابونیم تا بتونیم اون رو برگردونیم. و اگر این هسته فسفر جهتش مخالف جهت میدان مغناطیسی بیرونی باشه، میدان مغناطیسی روی این الکترون ضعیف‌تر میشه و بنابراین با انرژی کمتری میشه اون رو چرخون. بنابراین با اندازه‌گیری اون فرکانس امواجی که لازمه تا این الکترون رو بچرخونیم و این الکترون جهش پیدا کنه و این اتم مثبت بشه، میتونیم بفهمیم که جهت اسپین هسته فسفر کدوم وری بوده. مشکل ساخت اینو کیوبیت ها این که این فسفر بعد داخل بلوری از سیلیکون هایی باشه که به هیچ وجه خودشون هیچ اسپین و میدان مغناطیسی نداشته باشن، که این ویژگی رو فقط سیلیکون 28 داره، که پیدا کردن سیلیکون 28 به صورت کاملا خالص کار خیلی ساده ای نیست. با آخرین نوع از تکنولوژی کیوبیت هایی که میخوام در موردش صحبت کنم، کیوبیت های توپولوژیکی هستند که اطلاعات رو در شبه ذرات ذخیره میکنن. طرز کار این کیوبیت ها خیلی پیچیده است و اطلاعات خیلی کمی در موردش وجود داره. ولی در همین حد بگم که در حال حاضر هیچ کامپیوتری که به صورت عملیاتی از این نوع کیوبیت ها استفاده کنه وجود نداره. فقط در سال 2018 مایکروسافت اعلام کرد که داره به این تکنولوژی دست پیدا میکنه و تا 5 سال آینده نمونه عملیاتی این کامپیوترها رو خواهد ساخت که مزایای فوق العاده زیادی داره و هیچ کدوم از معایب کامپیوترهای کوانتومی دیگر رو نداره. بعد یک سال بعد اعلام شد که اون تکنولوژی شبه ذراتی که مایکروسافت ادعا کرده بود که داره بهش میرسه برای ساخت اینو از کامپیوترهای کوانتومی صرفاً یک خطا بوده. یک سری روش‌های دیگه هم هستن برای ساخت کیوبیت ها که کمتر کاربرد دارن و دیگه بهشون نمیپردازن. در نهایت این رو هم بگم که صرفاً تعداد کیوبیت ها تعیین کننده برتری کامپیوتر کوانتومی نیست. درست مثل تعداد ترانزیستورها که توی سی پی یو های معمولی لزوماً نشون دهنده برتری اون سی پی یو نیست، یا مثلا تعداد مگاپیکسل یک دوربین که لزوماً نشون دهنده کیفیت برتر اون دوربین نیست. عوامل خیلی زیادی دیگه هم هستن که ترکیب اونها با همدیگه برتری کامپیوتر کوانتومی رو مشخص میکنه. بنابراین اومدن یک کمیت دیگه تعریف کردن به اسم حجم کوانتومی که بزرگترین مدار مربعیه که یک کامپیوتر کوانتومی میتونه حل کنه. این مدار مربعی یعنی صرفا حاصل ضرب تعداد کیوبیت ها ضرب در تعداد دستورالعملهایی که این کامپیوتر کوانتومی میتونه اجرا کنه. با این معیار حجم کوانتومی یک کامپیوتر کوانتومی 12 کیوبیتی مثلا مربوط به شرکت کوانتینیوم خیلی بالاتر از حجم کوانتومی کامپیوتر کوانتومی شرکت IBM که 127 تا کیوبیت داره.
در کنار کامپیوترهای کوانتومی، تکنولوژی دیگه هم هستن که میتونن روی آینده انسان تاثیر بذارن. مثل مترولوژی کوانتومی، یعنی اندازه‌گیری‌های دقیق کوانتومی، یا تلپورت کوانتومی، یا همون ارتباطات کوانتومی که توی ویدیوی دیگه مختصر در موردش صحبت کرده بودم. در مورد این تکنولوژی‌ها تو ویدیوهای بعدی مفصل صحبت خواهم کرد. ولی در نهایت این رو هم بگم که کامپیوترهای کوانتومی مدت‌هاست که قرار بیان و همه چیز رو متحول کنن. ولی اونطور که از شواهد امر پیداست، هنوز راه درازی داریم تا برسیم به جایی که این کامپیوترها به صورت عمومی و تجاری در دسترس همه قرار بگیرن و بنابراین نگرانی هایی که بابت شکسته شدن همه رمزنگاری ها یا از بین رفتن ارزش رمز ارزها که حتما توی ویدیو دیگه در موردش صحبت میکنم وجود داره کاملا بیجاست. چون تا این تکنولوژی میاد فراگیر بشه برای تمام اون رمز ارزها و رمزنگاری ها راههایی برای مقابله با این تکنولوژی کوانتومی پیدا شده و میشه. حالا به نظر شما با اومدن این کامپیوتر کوانتومی و عمومی شدن اونها چه تغییری تو زندگی روزمره من و شما اتفاق خواهد افتاد؟ منتظر نظراتتون هستم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد خب خوش به حالتون، برید ویدیوهای دیگه هم ببینید، شاید از اونها هم خوشتون بیاد و منم سعی میکنم ویدیوهای بیشتری بسازم تا شما بیشتر خوشتون بیاد. و در نهایت اگه خیلی زیادی خوشتون اومد میتونید هر جوری که دوست داشتید از مجله خلقت حمایت کنید. خدا نگهدار.